در چند روز گذشته خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی منابع خبری منتشر شده که حاکی از بازداشت‌های گسترده در واقع اهالی و ساکنان و شهروندان مناطق کردنشین ایران که عمدتاً هم سنی مذهب هست، بیش از 70 نفر اونطوری که اعلام شده در این مناطق بازداشت شدن که خیلی از اونها فعالان شناخته شده مدنی هستند در مناطق خودشون. از دلایل دستگیری و بازداشت این افراد هم خبر موثقی منتشر نشده. خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی نگاه کردن به این موضوع و ابراز نگرانی کردند از وضعیت بازداشت شده. سامان رسول‌پور در توییتر خودش با اشاره به اینکه در واقع این بازداشت ها بدون اتهام مشخص انجام شده، در بسیاری موارد بدون همراه داشتن حکم بازداشت و با خشونت همراه بوده، همینطور محل نگهداری اونها و نهاد بازداشت کننده هم چندان روشن نیست و در بسیاری موارد روشن نیست، اشاره به این موضوع کرده و البته با لحنی کنایه‌آمیز گفته بعد عده‌ای نشستن و جامعه رو از دولت نظامیان میترسانن که مردم رو دوباره بکشونن پای صندوق‌های رأی به این بهانه که ممکنه نظامی‌ها روی کار بیان. کاربر دیگری به نام سمپاتیک هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که بیش از 70 نفر رو بازداشت کردن بی خود و بی جهت و هیچ دلیلی هم اعلام نشده از سوی مراجع رسمی. چرا واقعا دادگاهی برای این ناقضان آشکار حقوق بشر به تعبیر این کاربر برگزار نمیشه و چرا همه دنیا با این افراد که حقوق بشر و حقوق مردم خودشون رو آشکارا نقض میکنن میخوان سر میز مذاکره بشینن؟ دنیا تا کی میخواد به خصوص جهان آزاد چشمش رو و دهنش رو ببنده و با جمهوری اسلامی مثل یک حکومت نرمال رفتار بکنه؟ این در واقع انتقادی است که این کاربر کرده از روی کرده کشورهای دیگه به خصوص کشورهای غربی به جمهوری اسلامی. داریوش معمار هم در توییتر خودش گفته چرا 70 شهروند کرد بازداشت شدن در کردستان، چه اتفاقی افتاده این روزها؟ این کاربر با اشاره کرده البته به برخوردها در سیستان و بلوچستان ایران و اشاره کرده به این موضوع و گفته در اونجا چرا برخوردها شدت گرفته، اعدامها داره انجام میشه، چرا کسی به این موضوع جواب نمیده از طرف مراجع مسئول و دلیل این همه فشار رو بگیر و ببند چیه؟ اساساً یکی پاسخ بده در مملکت ما چه خبره؟ کاربر دیگری هم به نام رضا شریفی اشاره کرده به در واقع ترس و وحشت جمهوری اسلامی از فعالیت فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و گفته که این بازداشت‌های خودسرانه که در شهرهای مختلف کردستان و اغلب بدون حکم قضایی انجام شده با برخوردهای شدید فیزیکی ماموران امنیتی هم همراه بوده در مواردی. کاربر دیگری هم باز به همین موضوع اشاره کرده و انتقاد کرده از رسانه‌ها که چرا آنطور که به برخی موضوعات دیگه از جمله موضوعی که در دو سه روز اخیر خیلی داغ شده و همون سیلی خوردن یک سرباز راهور نیروی انتظامی از نماینده مجلس هست، چرا به این موضوع رسانه‌ها به همون اندازه در واقع نمی‌پردازن؟ گلایه کرده از این موضوع و گفته که انگار در بین رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر هم بعضی‌ها برابرترند و تبعیضی در کار نیست.